مقام های گروهتا در ولایت پنجشیر میگوید که 7 نظامیشان را به اتهام شکنجه و قتل یک دکاندار در این ولایت بازداشت کردند. سلام بر شما، 14 مارچ و برابر با 23 حدود 1400 هجری شمسی است. مسئولان محلی در ولایت پنجشیر میگویند که 7 تن در پیوند به شکنجه و قتل یک دکاندار در این ولایت را بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی گروهتا برای ولایت پنجشیر روز دوشنبه 22 حدود در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفته است که افراد بازداشت شدن نظامیان اداره محلی این ولایت هستند. با گفته این افراد در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند و پرونده آنان به زودی به دادگاه نظامی این ولایت سپرده خواهند شد. اما شماری از باشندگان این ولایت میگویند که برای محو رفتار خشونتبار نظامیان گروهتا با مردم عادی این اقدامات کافی نیست، زیرا به باور شهروندان کشور نظامیان گروه تا در تمام ولایت ها و ولسوالی های افغانستان دست به دزدی، چپاول و کشتار مردم عادی می زنند و این امر برایشان بسیار عادی می باشد. آنان حتی برای کشتن یک فرد لحظه مکس نمی کنند و بدون آنکه استدلال و یا حرف او را بشنوند او را تیرباران می کنند. در روزها و هفته های گذشته ده ها تن از هموطنان عزیز ما، چه افراد ملکی و چه هم کارمندان حکومت قبلی، از سوی نیروهای گروهی تا تیرباران شدند که یک عده از آنان حتی فیلم هایشان در شبکه‌های اجتماعی بیرون داده شده است. اما مسئولان گروهی تا همواره گفتند که در زمانی که آنان در افغانستان حاکم شدند، عفو عمومی اعلان کرده و آن کاملا تطبیق شده و هیچ کسی در گوشه و کنار افغانستان به قتل نمی‌رسند. اما شواهد عینی نشان می‌دهند که این گروه به صورت وحشیانه و گسترده افراد ملکی و مخالفانشان و حتی کارمندان حکومت پیشین را بر رگبار می‌بندند. به تازکی یک دکاندار که غلام سخی نام داشت، در 21 حدود در روستای متای ولسوالی خنج ولایت پنجشیر از سوی نظامیان اداره محلی این ولایت بازداشت شد که پس از شکنجه جان باخته است. در آن زمان منابع ادعا کردند که این مرد از دکانداران روستایی بود و به هیچ فرد یا گروهی در حکومت گذشته نیز وابستگی نداشته است. پیش از این رویداد نیز نشر ویدیوی تیرباران یک جوان پنجشیری که آموزگار مکتب بود واکنش برانگیز شده بود.